خب ما حالا میخوایم این قسمت از این سکانس رو خروجی بگیریم و میایم توی فایل شیر. همونطور که شما میدیدین پنجره به این صورت برای شما باز میشه. اولا عنوان سنت تو کامپرسوری که اینجا دارید با سنت تو کامپرسوری که اینجا دارید هیچ تفاوتی نداره. شاید نمیدونم گذاشتنش اینجا یه مقدار کار عبثی باشه واقعا. یکی از مهمترین عنوانهایی که اینجا دارید جاییه که میخواد برای شما خروجی بگیره. اگر شما دسکتاپ رو بزنید روی دسکتاپ خروجی میگیره، یا هر فولدر دیگه ای رو انتخاب کنید روی اونجا فایل های خروجیتون رو میریزه. اینجا یه سری پیش فرض دارید، به طور مثال بلوری، آیفون، اپل تی وی، اپل پرورز و یک سری پیش فرض ها و یه دکمه، یک پیش فرض دیگه ای که البته یه گروه هن به اسم آدر. آدر رو اگر شما بزنید برای شما پنجره تنظیمات یا همون ستینگ نرم افزار کامپرسور رو باز میکنه. اگر شما بخواید یکی از این پیش فرض های نرم افزار کامپرسور رو انتخاب بکنید، به طور مثال DVD که اینجا داریم، مثلا MP4 رو یا کویک تایم رو یا هر کدوم از اونها رو، میتونید از اینجا اضافه بکنید. اما اگر اون چیزی که میخواید اینجا نباشه، به طور مثال شما یه چیز خاصی بخواین که اینجا وجود نداره، باید قبلش توی کامپرسور اضافه کرده باشیدش که توی بخش کاستوم دیده میشه. حالا ما این کار رو حتما یه بار توی کامپرسور انجام میدیم. نکته دیگه که وجود داره اینه که شما از طریق شیر نمیتونید چیزی رو از این پیش فرض ها پاک کنید یا بهش اضافه کنید، فقط امکان انتخاب دارید. مثلا من اینجا یه دونه امیر VCD درست کردم توی کامپرسور که حالا البته توی این درس نمیخوام ازش استفاده کنم، ولی خب به هر صورت وقتی شما آدر رو میزنید این پنجره باز میشه. یه عنوان دیگه ما اینجا داریم که اگر شما DVD رو انتخاب بکنید یا بلوری فقط فعال میشه و اون هم Create DVD. شما به محض اینکه Create DVD رو میزنید یه عنوان اینجا نشون داده میشه که مثلا Chapter Menu شماست، Main Menu شماست. اگه بخواید چیزی به بکراندش اضافه بکنید به عنوان موسیقی و اگه بخواید مارکرهاتون با عنوان سابتایتل دیده بشن، میتونید این رو بزنید به عنوان زیرنویس و حالا یک سری چیزهای تنظیماتی که اینجا داره. مثلا وقتی دیویدی رو طرف میذاره بلافاصله پخش بشه یا اول منوش رو ببینه اسم دیویدیتون چی باشه و حالا تنظیمات دیگه. مشکل اصلی که به نظر من این منو داره اینه که به شما سرعت رو توی رایت نمیده. شما نمیدونید که سیستمتون قرار دیویدی رو با سرعت 18 رایت بکنه یا با سرعت 4 یا با سرعت 2. معمولا حداکثر سرعت دیویدی خامی رو که انتخاب توی سیستم میذارید براش در نظر میگیره و این اتفاق اصلا خوب نیست، به خاطر اینکه ممکنه شما فرضاً با سرعت 18 رایت بکنید ولی اون کسی که دارید واسش این خروجی رو میفرستید دیویدی رومش یه همچین چیزی رو ساپورت نکنه. معمولا بهتره از سرعت‌های پایین‌تری مثل 4 یا حد اکثر 8 استفاده کرد. در هر صورت اگر می‌خواید از اینجا هم استفاده بکنید و یک ضرب خروجی رو بگیرید، بهتره که از اینجا هارد درایو رو انتخاب بکنید، نه مستقیما خود دیویدی رایترتون رو. و بعداً حالا اون رو با توست یا هر نرم‌افزار دیگه‌ای که خواستید با سرعت دلخواه خودتون رایت بکنید. من از اونجایی که زیاد از این روش کاری خوشم نمیاد آفش می‌کنم. آی رو هم اگر شما بزنید بهتون یه اطلاعاتی میده، اینفو میده. به طور مثال اینجا به شما میگه که این تصویر رو داره تبدیل به پال میکنه، امپک 2 25 فریم و حالا الاخر. اما مهمترین مشخصه که من تو قسمت قبلی خدمتتون گفتم اینه که وقتی شما اکسپورت رو میزنید میتونید این پنجره رو مینیمایز کنید، اون داره بخوش کارش رو میکنه و شما میتونید اینجا برید مثلا یه سکانس دیگر کار بکنید، حالا اصلاح رنگ بکنید یا هر چیزی دیگه، جلوی کارتون رو نمیگیره. خب توی قسمت بعدی جزئیات بیشتری رو راجع به سنتو کامپرسور و خود منوی شیر باز هم میبینیم.